با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خلاصه حکومت آخرین چی میگن آدمش هم توی اصفهان خرج کرد، آیت الله مهدوی. دوستان گفتن که از ما خواستن که آیت الله مهدوی چی میخواد نماز باران بخواند و ما هم آب میخوایم، فعلا بذارشون بخونه. گفتم بذار بخونه، آدم خیلی خوبی است. گفتن خوب بود، نه از خبرگان نمیرفت، ولی رفتارش کار نداره، با ما ارتباط نداره. و خیلی امیدوار بودن که ایشون نماز باران بخواند، حتما یه اتفاقی خواهد افتاد. ولی ببخشید ها دوستان، این حرفا نیست. به این حرفا نیست. یک حکومت سرتاپا جنایت و خیانت و دزدی و ظلم و ستم، ظلم و ستم. خدا ازشون برگشتی رو مطمئن باشی، کار که روزه اتفاق میفته مسئله که تابته صد دست خدا ازشون برگشته. وقتی خداوند از کسی برگشت، اولین کار اون عقلش رو میگیره، عقلش رو گیره، خودش رو نابود میکنه. حالا هم میبینید به چی دست به چی روزگاری افتادن، حقشون هم هست. ملت نجیب ایران به شما چه کرده بودند؟ بچه هم شما آلت دست بودید، کاش یه جمله از خودتون میگفتید. خب خدمت شما این آرامش خلاص توفان از مردم اسمان شروع خواهند که بدون برو برگرد، آب میخوانی حرفا نیست و با این حرف به جایی نمیرسه. بحث برجام هم دوستان اینو بهتون بگم، تحریم هایی که انجام میشود یا شده است به ضرر نظام نیست، به ضرر مردم است. و ما میدونیم که تمام دنیا با ما دشمنی کردن سال 57، ما ملت ایران و شاه ایران داشت دشمنی کردن. الان هم به مسئول نظام چیزی نیست که اینا خواسته هر جور باشه پولشون میرسه، زندگیشون میچرخه، پول تو با خارج کشوری برای هر چی هست داره به خودشون. ولی این تحریما برای فشار به مردم هست و سایت ها زدن که آره 4 میلیارد انگلیس خود آزاد کن. کجاش خود آزاد کن؟ خود سفیر ایران در انگلیس گفته 300 میلیون دلار پوند یا 400 یا 400 میلیون پوند. اونم انگلیس بهت پول اینجوری بینا دستی نبده. نه خیر، انگلیس میخواد بدی وسط اگرم چی کاری بکن. بچه هم این پول از سال 56 اونجاست، 57 اونجاست. بهرش حساب کنی با حداقل به سود 5% بین چقدر میشه، چند میلیارد میشه. حالا انگلیس تو این پشت این قضیه نقشش چی هست؟ الله و علم نمیدونیم. چه جنسای بونجوری میخواد بده نمیدونیم. مثلا هند الان هر کس میخواد چیز کنه با هند هماهنگ کردن، با هم دیگه پولا رو میدن به هند. هند هر چی برنج آشغال تو انبار مونده داره به ایران میده. چین هم هر چی جنس آشغال داره از سنگ قبر از سنگ پا اینا گرفته به ایران میده. اونا گورکا پشت پرده با هم هستن اینا. این گورکا همشون اونجا پشت پرده با دیگه هستن و تبادل نظر ما بعضی چونه میزنن با هم دیگه کار میکنن. 300 خبرش میخونم برات، 300 400 میلیون پوند. اولا که هشت شعبی گرسنه است، یمن گرسنه است، حقوق حزب الله رو ندادن، ما نیروی اسد رو ندادن، اینا همش هست. به خاطر در اونجا شروع نشه و قطعا فرانسه با اینا صحبت کرده که مثلا حزب الله رو بدید که اینو شلوغی نکنن و و و و اسم دلم خوش هست که اسم کپتر اسم کپتر حرم است. بچه هم اگه جز پول بیرا که نمیدن، صد سال نمیدن، اگه بخون بدن که ایران باز مست میشن دوباره. در نتیجه این شعار اجرا میکنن، حکومت میگه شاید اتفاق بیفته ولی مردم ایران دیگه بس جد آبادشونه، کشیدن دست شما ها. شما که خودتون هیچ کاره هستید، شما که کاسه از آشتاختر هستید، دایی مهربانتر از مادر هستید، از طرف ارباباتون کسی یک عمر شما رو ساپورت کردن، بی شرف ها، حرومزاده ها، حروم لغوه ها، بی رگوریشه ها، کولی ها، قربتی های بی شرف، اجنبی ها. پس مردم این حرفا نیست. من شاید از جلسه بعد که بخوام کلیپ کنم جلسه بعدش قطعا ماسک میزنم، دوباره میکروفون هستم بگیرم جا دهنم بذارم، چون دندونه جلو هم داره میفته دیگه.
خیلی بدریخت میشه به قول من، بدریخت هست بدریختر میشه. با ماست صحبت خواهم کرد، ولی خب میکروفون جلو دهنم میذارم، امیدوارم که این دندونم افتاد چیز نشه، این صدام این پیرزن پیرمردان نشه، اگه شدم اشکال لحاظ تحمل میکنیم، ولی خب آخره کار دیگه. من میدونم که به اینجا که رسیده دندونم بیفته یا چیز بشه آخرش باشه، کارای حکومت آخرش شکی درش نیست، هیچ شکی درش نکنید. با ماسک سعی میکنم ماسک خوشگل انتخاب کنم یا دوستا ماسک بگیرم که هر دفعه یه رنگی هم شو بزنم. خب خدمت شما هستم که جالبه دیگه، تالا توی 40 سال هم چیزی نبوده. 42 سال یه نفر میذاره سری پستی میذارن، یا رو مثلا لیسانس یه چیز دیگه داره اینجا میذارن، با اعتراض مردم سری برش میدارند. مثلا زمانی که ببینید مجلس به اصطلاح مجلس و به اصطلاح نماینده مردم کشور میاد دکتر نوربخش رو چیکارش میکنه؟ استیزاش میکنه، رأی هم بهش نمیده، از دولت اخراجش میکنه، از بانک مرکزی اخراجش میکنه، یا وزیر اقتصاد هر چی اخراجش میکنه. آقای هاشمی رفسنجانی 2 ساعت بعد میکنه مشاور عالی خوش درش اقتصاد. این دهنگجی ملت دیگه نه. ولی این اخیرا با دولت رئیسی اومدن، هر چه انتصابات فامیلی میذارن تا میفهمن اعلام میکنن، کامنت ها میره ها، کامنت ها میره. از زمان افتخاری که رفت چاپلوسی که از رئیس جمهور کردم کی بود، دیگه مردم یاد گرفتن هاشو جیگر رو در میارن. برای وزیر اقتصاد میره یک آدمی که اصلا این کار نیست، میره بذاره معاون حقوقیش، میدونی یعنی چی؟ یعنی بین مجلس و اون ارتباط برقرار کنه. اینجوریه. بابک زنجانی راننده رئیس بانک مرکزی بود، چی شد؟ این همه عرض و فلان و بند اصلا باد فراز رفت به کارش. در جریان این که بیان خانم ها ریش حکومت میزنن، من یه آمار جالب از خانم ها بهتون بدم. اون سال 57 که خیلی ها میگوزن و 70 تا پول نفت و این حرف ها، خانم ها 97-4% قبول نمیکرد برو پی کارتون. من مادر بزرگم وقتی بهش گفتم، گفت که برید عقد کلتون بکنید، برید عقد کلتون بکنید. یا میگفتن آقای فلانی رو در ماه دیده که فضل نورده بود یه کاری کرده بودن، بعض زنها قبول نمیکرد، ولی مردم میرفتن و میسنید آقا نگاه کن اون ریش آقا صورت آقا فلان، ولی زنها قبول نمیکردن. و الان هم زنها آسیبی که از این حکومت دیدن در تو تاریخ ندیدن، همه رقم آسیب دیدن، همه رقم اینا همه جمع میشه. و زن سیاست داره، زن مکر داره، زن بلد چی کار بکنه جیگر اینا در بیاره. خیلی ترسی از زن ما قبلا گفتم بودم این انقلاب که اتفاق بیفته توسط زن ها اتفاق میفته و دمشون گرم. زن یا با حیاست تکوتیکم بی حیاست، یک بی حیا زن برای با 1000 تا مرد هست. روزگار اینا سیاه میکنه که دارن میکنه و حسابی حکومت ترسه، چون حکومت آمار میگیره مرتب دیگه، نه زن اصلا یه حرفاشون نیست. وقت شما بخواهی مثلا به یک زنشون بدی نمیتونی، نمیتونید. الانم اگر مرد ها 4-5-6% باز گاه گذاری این وری میفته وری میفته چابلوسی میکنن، زن ها چابلوسی نمی کنن، زن ها تملق نیستن، زن ها صراحت لحجه صحبت دارن، شاید سکوت کنند ولی وقتی حرف زن درست حرفشون میزنن. به قول معروف همینه داشت همینه نیستن زن ها. زن ذات اینه که جور دیگه باشه که هست. و الاخر خب چیزی که گفتن اخبار تازه بوده از ویان تغییر رفتار چین و روسیه، طبیعیه اونها رو بین خودشون میکنه امتیازه بدن بگیرن، چین روسیه پیفتر ایران رحم میکنن، اونها به خودشون رحم نمیکنن، به ایران رحم میکنن، به جاش که برسه خلاصه الاخر. طلاب زیادی مهاجرت کردن در طول 1-2 ماه اخیر، خیلی زیاد خارج تصور مهاجرت کردن رفتن، بعد یه نفر رفته باهاشون مسابقه صحبت کرده بعد دلایلشون رو گفتند.
آقای به نام مسعود شفیکی ها رفته با اینها مسابقه کرده که شما چرا رفتین اومدین نجف، اومدین کربلا، بعد اینا جواب دادن. طلاب مهاجر در دوره مهاجرت چنین برمی‌شمارند: یک، ارتقای جو علمی نجف از قم در سال ارتقای جو علمی نجف از قم در سالهای اخیر، یعنی ارتقای علمی اونجا بالاتره. عدم وجود دادگاه ویژه روحانیت در نجف. سه، عدم وجود بوروکراسی حوزه ایران در نجف، یعنی بوروکراسی کاغذی اونجا نیست، اونجا سریع هر که اتفاق میفته. کمتر بودن فشار عمومی برای حوزویان، یعنی دیگه اون گوش اینا رو ببرن فوشون میدن فلان میکنن توی این بشون میکنن، اونجا خبرها نیست. پس کمتر بودن فشار عمومی بر جو بر حوزویان نجف به دلیل عدم دخالت مستقیم بر در سیاست، میگه که چون دین از سیاست تقریبا جداست، اونجا این کار میکنن. سهولت معیشت و درآمد، یعنی اونجا درآمد شما چیز راحت تر از اینجاست، اینجا هر کاری بخوام یک پول بخوام به آخوند بدن 10 تا کار ازش میخواند، تا چکر جو نیست که فکر بشو بدن. هند در ازای پول نفت برنج بیکیفیت تحویل میدهد. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور: به دلیل اعمال تحریم ما در ازای نفتی که به هندوستان میدهیم چاره جز واردات برنج از این کشور نداریم. ما تنها از هندوستان میتوانیم برنج وارد کنیم و این کشور محصولات بیکیفیت خود را برای ما میفرستد، در حالی که برنج هندی تا 3 سال پیش کیفیت قابل قبولی داشت. آینده ایران در خطر است. علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش پرورش گفت که 210,000 دانش آموز دوره ابتدایی و 760,000 دانش آموز دوره متوسط ترک تحصیل کردند. مسئولین قبل از اینکه به فکر مشوق برای فرزند آوری باشند، به فکری به حال فرزندان موجود بکنند. این 760,000 تا و اون 210,000 تا نزدیک 1,000,000 نفر میشند، بدون استثنا 30-40% چون خلافکار در میان. نمیخوام بیشتر بگم آمارشو. ببینید چه برای سر جامعه میاد. ترامپ به نتانیاهو ناسزا گفت، او رو به بیوفایی متهم کرد. او با هم با کیک رحم کرده، یه باید شما رحم کنه. آقای ترامپ یهودی جماعت همین مرسه این قومی که دار دسته نتانیاهو توش هستند. سفیر ایران نسبت به پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا ابراز امیدواری کرد، چون یک دفعه همه اتفاق افتاد، 2 روز موند که بدن، بهانه در آوردن که تحریم هستید. حالا توش چی در آوردن، چی کار کردن من نمیدونم، چون اونها به قول من تو سیاست بازی استای این آخونده هستن دیگه، اونها اینا رو درس میدن. محسن بهاروند سفیر در لندن با اعلام این کتابستان گذشته توافق برای پرداخت بدهی بریتانیا به دست آمد، اما به خاطر تحریم بانکی آمریکا عملی نشد. مثل رفع موانع موجود در این زمینه ابراز امیدواری کرد. تبلیغات میگن که مثلا جواب درست کردن خودشون تو مردم. چیزو 13 دقیقه شد. بله، چند تا خبر دیگه بگم و خبر زیاده. خامنه‌ای مردم را گرسنگی میده تا موشک بسازد. فرمانده ارشد ارتش آمریکا در منطقه با اشاره به سیاست جنایتکاری خامنه‌ای گفت حکومت ایران مردم گرسنگی میده تا موشک بسازد. جنرال مکنزی فرمانده نیروی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام در گفتگوی با آسوشیتد پرس در باره تلاش موشکی خامنه‌ای پاسداری گفت آنها به مردم خود گرسنگی میده تا این موشک را بسازند چون در خب آقای علم‌الهدا باز راجع به حجاب صحبت کرده و باز گفته اگه زن حجاب رعایت کنه همه چی درست میشه و الی آخر، که خب دیگه از این حرفا گذشته. حجاب زن چیز دیگه است. شعر حجاب یک بار بخون، مال آقای ایرج میرزاده بخون. امام جمعه قم: دشمنان میخواهند همان بلایی که سر اسپانیا آمد در قم تکرار شود. امام جمعه قم میگه دشمن میخواهد طریق گسترش فساد شهر قم را نابود کند، اما چه اتفاق نخواهد افتاد. شهر قم تو فساد غرقه. بالاترین دیدن فیلم پرن در قم اتفاق میفته، چندین سال رکورد زده و اون آبی که اینا میخورن همشون مشکل دار میشن و الی آخر.
به گزارش ایستان محمد سعید در خطبه نماز قوم گفت دشمنان به ویژه صهیونیست ها دست به کار شدند تا انتقام خود را به ویژه از زنان بگیرند و آنها را از ارزش های عفاف و پاکدامنی جدا کنند، به ابزار بکشنند و غیرت جوانان را از بین ببرند و همان فاجعه‌ای که در اسپانیا رقم خورد در مسلمانان شکست دادند به دار تکرار کنند. ازدواج تا میگفته طلاق چقدر شده؟ زن دو تا جمله بیشتر نیست، زندگی زن شوهی دو جمله است. تو کله پوکتون فرو کنید، زن از مرد امنیت میخواد، مرد از زن آرامش میخواد. تا امنیت زن تأمین نشود آرامش وجود ندارد. چه امنیت ایجاد کردید؟ قیمت خونه چنده؟ اجاره چنده؟ پول پیش چنده؟ برید بمیرید خفه شید که زن نجازد، برید بمیرید که دیگه همه زیربالاتون ملت دیدند. خب دوستان، ایام به کام، روزگارتون خوش. باز من صحبت خواهم کرد، گریپ خواهم گذاشت و روزه خیلی خوبیست. ایام به کام، روزگارتون.